شهرام امیری یکی از فیزیکدانان هسته‌ای موفق در ایران بوده و پناهندگیش به آمریکا دستاورد بزرگی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA محسوب می‌شود. به گفته ریچارد کلارک از مقام‌های سابق در شورای امنیت ملی آمریکا، این خبر مثل یک کودتا است. اینکه سازمان CIA یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران را از آن کشور خارج کرده و حالا این فرد برای آمریکا کار می‌کند. به گزارش شبکه ABC، طرح سازمان CIA از جمله شامل سفر شهرام امیری به مکه برای انجام مناسک حج عمره بوده است. همان سفری که در تابستان گذشته صورت گرفت و آقای امیری سه روز پس از ورودش به خاک عربستان سعودی ناپدید شد. ناپدید شدن شهرام امیری در عربستان سعودی زنگ خطر را برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به صدا درآورد. مقام‌هایی از جمله منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران که به سرعت در همان موقع آمریکا و سازمان CIA را به روبودن آقای امیری متهم کرد. هومن مجد، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی می‌گوید ساده‌تر است اگر تصور کنیم که این فرد مجبور شده در این مسیر قرار گیرد تا اینکه فکر کنیم داوطلبانه چون این کاری کرده و به طرف مقابل پناهنده شده. تصور بر این است که شهرام امیری در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی قم فعالیت داشته است. تأسیساتی مخفی در دل کوه که هنگام ناپدید شدن آقای امیری هنوز افشا نشده بود. مطابق اظهارات کسانی که درباره پرونده پناهندگی شهرام امیری اطلاعاتی دارند، این فیزیکدان اتمی ایران احتمالاً موجودیت برنامه هسته‌ای مشکوک و غیر صلح‌آمیز ایران را برای مقام‌های آمریکایی تایید کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه سپتامبر گذشته، یعنی چند ماه پس از ناپدید شدن شهرام امیری، از جزئیاتی درباره تأسیسات مخفی اتمی در قم پرده برداشت و گفت ابعاد و عملکرد این تأسیسات با یک برنامه صلح‌آمیز اتمی ناسازگار است. از آن هنگام تا کنون روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که ایران ممکن است دست کم دو تأسیسات اتمی مخفی دیگر داشته باشد.